سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان خبرگزاری دانشجویان ایران. در خدمت آقای آرش برهانی هستیم، سرمربی محترم شهرداری آستارا. آقای برهانی سلام عرض میکنم خدمتون. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبای عزیزتون. ارادت داریم حتما در خدمت. ما میخواییم اول در مورد تیم ملی صحبت کنیم، چون بحث روزهای ما الان تیم ملیه. تیم ملی هم موفق شد با اقتدار از گروه خود صعود کنه. اول در مورد تیم ملی صحبت کنیم با هم. به نظرم الان دو دسته از منتقدین و کسایی که همراه هم با تیم ملی و به قول معروف موافقن با عملکرد تیم ملی داریم. یه عده میگن که سن تیم ملی بالاست، بازیای قشنگی انجام نمیده. یه عده هم میگن که ما پشتوانه سازی نکردیم، که نظر خود من هم همینه. واسه تیم ملیمون پشتوانه سازی نکرده بودیم و الان هم توی مرحله گروهی با ترکیبای مختلف رفتیم و باید بازی به بازی نگاه کنیم به عملکرد تیم ملی و در نهایت انشالله بتونیم یه نتیجه خوب در خور نام ایران کسب کنیم. شما از عملکرد تیم ملیتون سه تا بازی راضی بودین؟ آره، من الان اول صحبتام بکنم موضوعم رو مشخص کردم. من از کسانی هستم، حالا نمیخوام بگم کارشناس، ولی تو این فوتباله بالاخره سالهای سال با امیرخان کار کردم. با بازیکنایی که الان هستن بعضیاشون بازی کردیم، بعضیاشون هم بازی بودن. نظر فوتبالی به نظر من با این پتانسیلی که تیم ملیمون داره، نفراتی که داره و تیمایی هم که الان شما می‌بینی پیشرفت کردن، یعنی شما این فلسطین 4 سال قبل نبود. بله، خیلی با برنامه بازی کرد. آره، خیلی با برنامه بازی میکنه. کارهای دفاعیش، سازمان دفاعیش خیلی بهتر از سالهای قبل، کیفیت بازیکناش بهتر از سالهای قبله. و ایران حالا اومد جلو این تیم‌ها تو مقدماتی با ارنج‌های مختلف بازی کرد. قبل از جام ملت‌ها هم که ما نتونستیم یه دو سه تا بازی تدارکاتی درست حسابی انجام بدیم و رفتیم توی این مسابقات به نوعی یه جور بازی دوستانمون هم شد. بله، برای اینکه بتونیم جلوی تیمای قدرتمندتر، مراحل بالاتر، خب یه هماهنگی، یه شناخت نسبت به بازیکن‌ها کسب کنه کادر فنی. خب همه اینا دست به دست هم میده که شرایط تیم ملیمون راضی کننده باشه. اگه بخوایم واقع بین باشیم، بخوایم خب خیلی آرمان گرایانه به نگاه کنیم به این قضیه، بگیم آقا ما نمیدونم بعد میرفتیم همه این تیما رو 4-5 گله میکردیم، نمیدونم بازی آنچنانی میکردیم، اینا صحبتاییه که احساسیه بیشتر. بخوایم روی منطق بریم جلو، به نظرم عملکرد تیم ملی خیلی خوب بود، مخصوصا این بازی آخر. من اعتقادم اینه که بازی به بازی تیم ملی عملکردش بهتر میشه، به خاطر اینکه این هماهنگی بیشتر میشه. حالا دلایلی هم که قبلش با هم صحبت کرد، تیم امارات یه تیم خیلی خوب و تیمی بودش که بازیکنهای خوبی داشت. به نظرم یه جوری بازی کردیم که همه جوره تونستیم امارات رو تحت فشار بذاریم و به قولی توی دستمون بود. به نظر من ایشالله همینجوری که خدمتت گفتم، جلوی تیمای قدرتمندتر تیم ملیمون خیلی میتونه راحتتر و روانتر و بهتر بازی کنه. حالا دیشب چیزی که خیلی به چشم میمد، حالا زوج خط حمله اون بود، حالا طارمی و آزمون خیلی با هم هماهنگن. فهم میکنی این زوج به ما کمک میکنه برای قهرمانی؟ چون الان همه جا صحبت همین، خیلی ها میگن حالا خط حمله ما اروپاییه، بقیه جا مثلا آسیاییه. با شما هم عقیده اید با این موضوع؟ خب ببین، کیفیت این دوتا بازیکن خیلی بالاست. خب شما دیشب بازی رو دیدی؟ بله. جلوی امارات به نظر من تحرک اون موقعیتایی که ساختیم خیلی بهتر از بازی‌های قبل بود. فکر میکنم امارات
جدیترین رقیب ما توی گروه بود، ولی بهترین بازی رو توی بازی مقدماتی به نظر من مقابل امارات کردیم، به خاطر اینکه فکر میکنم اون ارنجی که آقای قلعه‌نویی مد نظرشه نزدیکتر بود به اون تفکراتش. آره، و دیشب هم بازی کرد و دیدیم عملکرد بهتری داشت. طارمی و سردار آزمون به خاطر بازی های زیادی که کنار هم کردن یه هماهنگی خوب هم دارن و همدیگه رو خوب درک میکنن، به نظرم میتونه توی مراحل بعد خیلی بهتر از این. حالا فوتبال یه کار تیمی شده، ولی حالا خیلی انتقاد میکنم به عملکرد خط دفاع ما. حالا خط دفاع ما اون هماهنگی لازم رو نداره. حالا شما نه، هماهنگی یه صحبته، اینی که یه اشتباهات فردی میشه، خب اینم یه بحثه. ما توی خط دفاعیمون حالا در مورد هماهنگیش هم صحبت میکنیم، ولی موقعیتایی که بیشتر موقعیتایی که داریم روی اشتباهات فردی بوده. یعنی مثلا تیم حریف نیومده یه کار ترکیبی بکنه، یه موقعیت درست کنه و بگیم آره مثلا سازماندهی دفاعیمون خوب نبوده اینجا. ما مثلا یه اشتباه کردیم، حریفمون اومده یه توپ گرفته موقعیت درست کرد و اینام اصلا تا اشتباهی نشه موقعیتی درست نشه، اینام جزوی از فوتبال ها. ولی میخوام بگم ما یه بخش سازماندهی دفاعی داریم که اون به نظر من تیم ملی داره خیلی خوب عمل میکنه، و یه بحثی هم هستش که این اشتباهات که تو فوتبال طبیعیه، تو فوتبال آره نباشه که اصلا موقعیتی نمیشه. بعد در مورد این صحبت کنیم که خیلی ها میگن چون فشار روی تیم ملی زیاده به خاطر قهرمانی، این به بازیکن‌ها داره یه خورده فشار وارد میکنه، درسته؟ این به بازیکن‌های با تجربه زیادی داریم. بله، و باید خب از این تیم ملی انتظار قهرمانی داشته باشیم. بله، ولی خب از یه سمت هم میگیم خب بازی تدارکاتی نداشتیم، نمیدونم سازماندهی خوبی نداشتیم قبل از بازی ها، یه اردوی درست حسابی نداشتیم. بله، و تیمای دیگه بازی های دوستانه آنچنانی کردن. بله، اردوهای بسیار خوب رفتن، خب اونا مثل ما بازیکنهای لژیونر خیلی خوب دارن. بله، با کیفیت دارن. بله، من خودم عقیدم اینه که مثلا میریم ژاپن و کره و مثلا همین عربستان رو حتی نگاه میکنیم، میبینیم چه تدارکی دیدن واسه این بازی ها، و تیم ما این بر با این امکانات با این پتانسیل اومده. خب نباید مثلا انتظار داشته باشیم تیمی که یه اردوی درست حسابی نتونسته بذاره، نتونسته یه بازی تدارکاتی خوب تهیه کنه واسه تیم ملیش تدارک ببینه، خب انتظار قهرمانی داشته باشیم. میدونی؟ این باعث میشه که حالا یه ذره همون فشاری که شما میگی روی تیم ملی بیاد، روی کادر فنیمون بیاد، و من میگم اگر قهرمانم بشیم روی درایت کادر فنی بوده، روی غیرت بازیکن‌ها بوده و روی هوششون بوده که خیلی سریع تونستن خودشون رو هماهنگ کنن با هم دیگه، و کادر فنیمون بوده. ولی اگه بخوایم فوتبالی نگاه کنیم، خدایش مثلا این تیمایی که دارن این همه زحمت میکشن، خب حق ایناست. بعد حالا ما توی مرحله یک هشتم حالا حریفمون آسونه، سوریه است، ولی خب مثلا بریم مرحله بعد یا میخوریم به کره یا ژاپن. ببین من با این حرف شما زیاد موافق نیستم. من به نظرم سوریه میتونه بیاد یهو یه شگفتی رقم بزنه. باید مقابل سوریه با تمام توان بریم بازی کنیم، این ذهنیت رو نداشته باشیم. این ذهنیت خیلی خطرناکه، مخصوصا تو این مراحل حذفی. باید بریم با تمام توان اون مقابل سوریه بازی کنیم و اول بازی سوریه رو داریم و بعد حالا اونا. یعنی اگر ما نتونیم از صد سوریه عبور کنیم اصلا به اونجا هم نمیرسیم. بعد اول تمام توانمون بذاریم این واسه سوریه، همینقدر که الان کره و ژاپن خطرناکن و ما از الان حالا داریم فکرشو میکنیم، سوریه هم خطرناکه. حالا خیلی ها میگن اگر ما کره یا ژاپن، حالا هر کدومشون به ما بخورم ما ببریم، میگه تا فینال راحت رفتیم. همین صحبت الان هم دیگه، ما بازی ساده ای نداریم. یعنی تا سوریه، آره، بازی های حذفی هزار اتفاق میفت، یا یه اشتباه فردی میشه، یه اتفاقاتی میفته تو بازی که اصلا نمیتونی پیش بینی کنی، و اینا یه کارتو سخت میکنن، حذف میشی در این مثلا حالا شایستگی که داشتی، نمیدونم
سوار بازی بودی، موقعیت‌های زیادی داشتی، کسی دیگه نگاه نمی‌کنه. میگم آقا هست شدی. آره. دیگه نگاه نمی‌کنه آقا زیبا بازی کردی، کلی موقعیت درست کردی، پاس دادی زیاد. آقا بازی سوریه ما صعود کردیم یا نکرد. و مراحل بعدم هم همینجور. یعنی ما بریم تو حالا 4 تا خدایی نکرده غفلت کنیم، تمرکز لازم رو نداشته باشیم، هستیم اونجا هم فایده ای نداره. بعد این ایران حالا پتانسیل قهرمانی رو داره؟ ببین من حالا تو صحبتام گفتم که ما الان کادر فنی خیلی خوبی داریم. همه جور الان شما مربی همکارای امیرخان شما می‌بینید. بله. توی تیم ملی. چه بحث بدنسازی، تاکتیک، اون طراحی تمرینات، سازماندهیش، خیلی آدمای باسواد و خوبی داریم تو کادر فنی. خب سرلیدرشون به رهبری امیرخانی که به نظرم خیلی آدم توی این داستان تیم ملی کاریزما رو داره، رهبری خیلی خوب داره و به روز شده. امیرخان هر سال رفته دنبال این که اتفاقات فوتبالی رو روز به روز دنبال کنه و میتونه خیلی این کادر فنیمون کمک کنه برای قهرمانی. خب بازیکنای خیلی خوب داریم، با تجربه داریم. الان خودشون هم بازیکنامون خیلیاشون، الان فکر کنم حالا خیلیاشون بگم 50% دیگه، چون آمار دقیقی ندارم دیگه، شاید جاملتای دیگه نباشن. بله. الان بهترین فرصت واسه این که بتونن واسه خودشون یه افتخاری کسب کنن، واسه کشورمون یه افتخاری کسب کنن. میدونن 4 سال دیگه نیستن. تیم ملی و تمام توانشون رو دارن میذارن. بازیکنای بسیار خوب، میدونای بسیار بزرگی دیدن و این کمک میکنه که توی همین مراحل حذفی اشتباهاتون کمتر بشه، بتونیم راحت‌تر حالا حریفامونو از پیش رو برداریم. و من خیلی امیدوارم. شما بازی رو دنبال میکنین دیگه همه رو دیگه؟ من ببین الان متاسفانه یه تایمی خورده بهم که خیلی درگیرم. مثلا همین بازی امارات رو من فکر کنم مثلا 70-80 دقیقه شو دیدم. توی مثلا بعضی از صحنه ها رو یهو نگاه میکنم بازی رو. به هر حال خب پیگیری کردم میگه بازی. آره پیگیری کردم ولی نه اونجوری تمرکز داشته باشم. حالا کدوم تیم‌ها تو این مرحله مقدماتی خوب دیدید؟ حالا ایران که حالا بجز ایران. به غیر از ایران ببین ژاپن درسته که حالا همه گفتن ژاپنی که آره انتظار داشتیم نبوده، ولی ژاپن تیم خیلی با کیفیتیه. ژاپن هم مثل ایران که گفتم میاد مراحل بالاتر، عملکردش بهتر میشه. عراق من خوب دیدم. عراق هم یعنی یه تیمی دیدم که خیلی همدل این تیم، خیلی آره نه همدلن، بازیکناش خیلی انگیزه دارن واسه حالا تو گروه خوشم صد نشینه فعلا. آره خب این انگیزه خیلی کمک میکنه به عراق و یه تیم خوب هماهنگی هم هستن. کره هم همینجور، همیشه کره جز تیمای مدعی بوده، مخصوصا الان بازیکنای خیلی لژیونر خوبی. آره لژیونر خیلی با تجربه و خوبی هم داره. و عربستان ببین یه مشکلاتی، یه حاشیه‌ای به وجود اومده، یه ذره این تمرکزه به نظرم توی دوره مقدماتی تمرکزش اومده پایین. من به نظرم عربستان بره مراحل بالاتر یه تیم خیلی بهتری میشه. این حاشیه‌ها یه ذره چون نزدیک بازیام بود یه ذره باعث شد تمرکز تیم گرفته شه، یه ذره کار سخت بشه براشون. همینجوری که شما گفتی روی ایران فشاره، البته مربیش آقای مانچینی بعد گفتش که نه فشاری روی من نیست، ولی واقعا خیلی دیگه مطبوعاتش، هواداران، بازیکنان لیگ عربستان کشور، آره به نظر من اونجوری بازیکنان حرفه‌ای برخورد نکردن و یه آدم کاملا حرفه‌ای که اصلا باج هم نمیده به بازیکنان، انتظار همچین رفتاری رو نداشتن. یعنی هر جای دنیا آقای مانچینی میرفت این کارا رو میکرد، همه ازش تمجید میکردن، ازش حمایت میکردن، به خاطر داره کار درست انجام میده. ولی تو عربستان میبینی این باعث شده که فشار بیاد روی آقای مانچینی و به نظرم دور بعد کمتر. استرالیا هم دیروز بازیشون رو کم و بیش دیدم. ازبکستان تیم خیلی خوبی بود،
و روی حالا غفلت هم گلو خورد. ولی خب استرالیا هم بازیکنای با تجربه داره و میتونه جز مدعی ها باشه. حالا اگر دوست داشتین از تیم ملی یه ذره فاصله بگیریم بریم سمت استقلال. به خاطر شما آقای گل تاریخ استقلالی و هنوزم الان رکورد دست شماست. استقلال امسال چطور دیدین شما از اول فصل؟ من به نظر من عجیب ترین اتفاقات فوتبالی که میتونست واسه یه تیم رخ بده برای استقلال رخ برای استقلال متاسفانه رخ داد. دیگه به نظر من هوادارهای استقلال دیگه میدونن جزئیات کارم میدونن و این یه هم چیزی بی سابقه بود. من خودم جزو کسایی بودم خیلی نگران بودم چون یه صحبت‌های خطرناکی هم زده میشد آقا بریم پنجم بشیم ششم بشیم. خب این تفکر خیلی بد بود، خطرناک و آره تیمو میکشه پایین از لحاظ انگیزه و اتفاقات نقل و انتقالاتی خیلی عجیب و غریبی افتاد و همینجوری میگم من خودم یکی از کسایی بودم که خیلی نگران بودن. حالا شما خودتون با آقای نپولیان دوست بودین، بهش مشاوره ندادین اول فصل مثلا با توجه به این شرایط نیاد یه وقت؟ نه جواد خودش دیگه به قول معروف تمام سرد گرمی فوتبال چشیده و خیلی تجربهش نه از من از خیلی از مربیایی که حالا تو ایران الان داره کار میکنه بیشتره. شاید یه مربی الان تو ایران مثلا 20 سال داره مربیگری میکنه ولی جواد تو این چندین سالی که اومده تجربه اروپا داره اصلا بس. یه چیز عجیب و غریبه. ماشاءالله استعدادش تو این زمینه خیلی بالاست و من اینو میتونم حدس بزنم که خود جوادم میدونست بیاد با این تفکراتی که داره احتمالاً به یه مشکلاتی بخوره، یعنی بخواد بیاد یه سری مسائل رو کاملا حرفه‌ای برخورد بکنه و یه سری مشکلات براش پیش بیاد. حالا اینو پیش بینی میتونست بکنه ولی خب خیلی اتفاقات دیگر رو هیچ کی نمیتونست پیش بینی کنه. یعنی میگم مگه داریمه، یعنی داریم یه همچی اتفاقی بیفته. و حالا خدا رو شکر ببین بازیکنای خیلی خوبی هم داریم ولی همین بازیکنای خیلی خوب یه سری امکانات میخوان، یه سری خواسته ها دارن. دیدی که چی شد؟ مثلا بازیکن رفت قراردادش رو کم کرد. این اتفاق خیلی خیلی مهم واسه یه بازیکنه. شما فکر کن بازیکن اومده قراردادش رو کم کرده و اومده آفرین به خاطر استقلال، به خاطر هواداراش. خب ببین مثلا من میام 100,000 تومان قرارداد میبندم میرم روش برنامه ریزی میکنم، بعد حالا یه دفعه میگن آقا تو بیای او مثلا بکنش 7. خب من دیگه تمام ذهنم و تمام فکرم و اینا میره واسه این که آقا من چی کار کنم این کم برم. حالا بعد از اون برم حرفه‌ای تمرین کنم، ازم میخوام هواداران جدا بله دیگه ازن میخوان بهتری عمل کردم تو زمین داشته باشی. خب اینا به هم نمیخوره دیگه. خب این بازیکن‌ها کار خیلی خیلی بزرگی کردن امسال، اومدن قراردادشون رو کم کردن و ببین این تیمو بخوای یه دلش کنی، بخوای با تمرکز خوب بفرستی تو زمین، بخوای هماهنگش کنی، کار خیلی سختیه که به نظر من کمتر حالا بخوام بگم فقط جواد نکنم، شاید حالا بگم شاید تو ایران یکی دو نفر بتونن اینجوری مدیریت کنن. واقعا کار سختی بود که جواد. حالا ایشون از اول فصل هم یه اختلافاتی با حالا آقای خطیب مدیر عامل داشت، یه نیم فصل هم حالا یه جورایی با هم کنار اومدن. این به ساقا ضربه نزد این اختلاف های اینا؟ بله چرا ضربه؟ یعنی من به نظرم الان از کم سن و سال ترین هوادار استقلال هم این سوالو بکنی میگه که آقا بله ضربه میخوره. باید خیلی بهتر از اینا، چون شما با هر دو نفر دوست هستید و اخلاقیات هر دو نفر هم میدونید. بله آقای خطیر خب میدونم میشناسم با یه طرز تفکریه، خب آقا جواد هم یه طرز تفکر خاص خودشو داره، بالاخره باید مچ بشن واسه موفقیت تیم باید مچم. ولی این وسط یه سری
اتفاقاتی افتاد که چون من در جریان بودم و بعضی چیزاشو میدیدم و کار مدیریتی آنچنانی بلد نیستم، ولی خب میدونم توی مسائل فنی مثلا باید حق 100% بدی به سرمربی. خب من حق رو میدادم به جواد نکونام، میگفتم آقا جواد نکونام باید با این بازیکن کار کنه. خواسته جواد نکونامی که یه همچین بازیکنی با یه همچین خواسته هایی که ازش داره رو بیاره، و اینا چیزی نبودش که بخواد به تیم ضرر بزنه. میشد خیلی راحت جلوشو گرفت، مدیریت کرد. بله، که متاسفانه واسه اون حالا یکی از اتفاقاتی که حالا استقلال خیلی گریبان شد سقف قراردادی بود که حالا امسال گذاشته بودن برای استقلال گذاشته بود. بیشتر برای استقلال حالا بود، یه جورایی بود دیگه، چون استقلال بیشتر درگیرش بود. اصلا این داستان سقف قرارداد تو فوتبال شما سالا بازی کردن اصلا چیز خوبی بود؟ خب ببینیم، وقتی که یه ضعف مدیریتی باشه بخوای بیای یه جوری کنترلش کنی رقم‌ها رو، به جایی که بیای مثلا آقا برید دنبال حق پخش تلویزیونی، بخوای برید دنبال اسپانسرای بزرگ، بخوایم بریم دنبال همین دنبال ورزشگاه‌های اختصاصی که باشگاه‌ها باید بگیرن، واسه اینکه یه تسهیلاتی قرار بدیم واسه این باشگاه‌ها که آقا بتونن حداقل واسه خودشون یه وامای مثلا آقا یه وام بدیم بهشون با بهره کم بتونن یه جوری بیان بالا. خب به جای اینکه این کارا رو بکنیم میایم چیکار میکنیم؟ میگیم که آقا خرج نکن. آره، مثلا اینی که به جایی که بریم دنبال این که مثلا قیمت پنیر رو کنترل بگیم نخوریم. خب میدونی یعنی یه همچین حالتی داره که ضربهشو استقلال خورد. خب الان میبینیم مثلا تیمای دیگه سرمربی ندارن، الان دارن بازیکن میگیرن، ولی ما همینجوری نشستیم که ببینیم آقا کدومو بیاریم پایین، کدومو به خارج کنیم، فلان هزینه‌مون رو کنترل کنیم، مدیریت کنیم، بتونیم یه بازیکن بگیریم. تازه بریم مثلا حالا توی این گزینه‌ها کسی رو این وسط از دست نداده باشیم به خاطر این مسائل و نمیدونم تا نگذشته باشه. و خب اینا بابا با مربی فران بازی میخواد، بازیکنو میخواد، میری صحبت میکنه، هر جوری شده میتونی بری بیاریش. و به نظر من این سقف قرار داده خیلی به ما حالا با همه این جهات شما فکر میکنید اصلاح قرمان نیفس بشه با وجود این خرجایی که تیمای دیگه کرده بودن تو این فوتبال؟ نه خداییش، من فکر میکنم اول فصل از هوادارا مثلا 100 تا هوادار سوال می‌کردی 70 تا یا 80 تا شاید هم بیشتر اصلا فکرش نمی‌کردن ما دوم سوم میشیم. قهرمانی که یعنی مثلا بگی آقا اون بالا باشی که فکر می‌کنم شاید 2-3 نفر اونم رو احساس که شما میگید الان انتظار رفت والا همه میگن که بعد قهرمان شه دیگه. خب ببین فصل دوم اولا که خیلی کار سخت‌تر میشه، حالا خیلی‌ها میگن دروازه‌ها کوچیک میشه، تیمای دیگه آفرین زمین‌ها کوچیک میشه، این اتفاقا میفته. ببین نیم فصل دوم تیم‌ها تقویت شدن، خب از این ور ما باید یه نقل و انتقالات خیلی خوب داشته باشیم. خب حالا این بازیکن‌های جدید میان، باید کار هماهنگیشون و یه اردوی خوب داشته باشیم پیش فصل و تمام این چیزا کار سخت می‌کنه. و من به نظره ببین الان همین دلهره‌ای که نیم فصل اول داشتیم الان هم دوباره یعنی با وجود این که اون بالاییم عمل کرده خیلی خوب دیدیم، بردای خیلی خوب آوردیم، ولی انگار نه انگار که ما الان اون صدیم خیال اون جمع نیست، راحت دلمون قرص نیست، یعنی میگیم نکنه الان تو نقل و انتقالات نتونیم خوب عمل کنیم. سعید مهری قراردادش با استقلال 160 تومن بود اونجوری که تو سازمان لیگ ثبت شده، برای این بازیکن از استقلال رفت، یه دلخوری از نکونام داشت. حالا اصلا شما حالا دارین بازیکنی که 160 تومن قرارداد ببنده تو این دوره فوتبال؟ ببین خب میگم این سقف قرارداد یه ذره کارو واسه هم مربی هم بازیکن‌ها سخت کرد. خب وقتی که سقف رو رد میکرده باید میومده، خب بازی هم باید میکرد، نمیتونست یه نیم فصل بمونه، بعد بازی هم میکرد، بالاخره اومده با این شرط قبول کرده تا نیم فصل که حالا یه جایی باز کنن، یه مبلغی بتونن اضافه کنن، و بالاخره به هر شکلی اومده و به نظر من کار خوبی هم کرد اومد، به خاطر اینکه یه نیم فصل میمون بیرون خیلی سخته دوباره بخوای تو اون شرایط بازی قرار بگیری برگردی. و دیدین که حالا الان نیم فصل هم به نظرم یه تیم
میخوادش سعید رفتش فکر کنم آپولون و از جواد نکونام نباید ناراحت باشی که چرا حالا انتظار داشت که اصلا حالا مثلا ظاهرا قولای بهش داده بودن که قراردادشو اضافه کنن و حالا اینا هنوز واسه نیم فصل بوده من دیگه چیزای داخل بعد حالا یه اتفاق بعدی هم که برای اصلا افتاد مسئولیت یامگا بود ظاهرا حالا اینجوری که میگن تا آخر فصل نیست من خیلی ناراحت شدم برای یامگا واقعا بازیکن در خدمت بازیکن با تعصب یعنی خارجی که روی استقلال تعصب داره مثلا من یادم جانواریو یا ساموئل اینا خارجیایی بودن که با کیفیت هم تو بازیکن آره بازیکنای خوب خارجی ما بودن که هوادارا هنوز تو ذهنشون هست و یامگا هم یکی از همین بازیکنایی بود که من خودم به شخصه و فکر می‌کنم خیلی از هوادارا دوستش دارن حالا یحیی گل محمدی هم پرسپولیس رفت خیلی میگن الان این به نفع استقلاله که حالا یحیی از پرسپولیس رفته به هر حال خب مربی که چند تا قهرمانی داره این رفتن آقا یحیی به نفع استقلاله به نظر شما ربطی نداره که یعنی چی حالا خیلی میگن چون مثلا با تجربه بوده شناخت کامل تو فوتبال ایران داشت بالاخره پرسپولیس چند سال ببین این حقیقت رو من بگم که آقا یحیی مربی بزرگ و خوبیه که شکی نیست من خودم قبول دارم کار آقای یحیی رو آقای یحیی جز مربیای بزرگ کشورمونه ولی خب این اتفاقات میفته واسه تو فوتبال یعنی شما فکر کن استراماچونی اومد استقلال هل. شما دیدین که هیچ تلاشی هم نشد برگر فقط شو بود و اینا البته حالا آره یه سری یه تعدادی از دوستان و مسئولین اون زمان دنبال این بودن که برگردن ولی خب بقیهش همه فیک بود اینجوری بگم و استقلال حالا اومد و تو اون شرایط قرار گرفت و اومد دوباره خودشو بسازه که حالا یه سری اتفاقای بیرونی نذاشت ولی من میخوام بهت بگم که الان تو این مقطع هیچ ربطی نداره یعنی استقلال بعد از آقای استراماچونی فکر کنم قهرمان هم شد و ربطی نداره حالا بریم یه ذره عقب‌تر حالا ما تو زمین راهنیم یه 200 متر اونورتر زمین پاس سابق حالا دستگیری الان شما تو اون زمین خیلی خاطرات داشتید یه پاسی بود که حالا منحل شد یه تیم خیلی خوب بود قهرمان هم شد شما که از ارکان اون قهرمان تیم... آسیا هم شده بله یعنی یه تیم ریشه دار که صاحب یه مکتب بود فوتبالیستای خیلی با اخلاق و خیلی بزرگی معرفی کرد به فوتبال ایران و میگم یه مکتب بل. پاس و الان خیلی هم هستن که هنوز که هنوزه از این مکتب صحبت میکنن آقای حسین آقا فرکی، همایون خان شاروخی خیلی دوستان دیگه من میخوام نام ببرم والا مربیایی که اونجا داشتم آقا جلالی و متاسفانه میگم هم مدیریت داریم که توی خیلی حالا از این بخش حالا به خصوص حالا ورزشمون متاسفانه تصمیمات درست نمیگیرن فکر نمی کنن به یه همچین عقبه‌ای به یه همچین تاریخچه‌ای و متاسفانه کاری کردن که الان هیچ اثری ازش نیست یعنی من باید مثلا به شاهانم بگم که حالا بزرگ شد بگم من توی یه تیمی بازی میکردن که پاس بوده قهرمان آسیا شده باش قهرمان ایران شدم فوتبالم از اینجا شروع کردم همش رفت شما هم با پاس قهرمان شدید هم با استقلال با جواد نکونام هم تو هر دوتا تیم هم بازی بودید من تو پاس مخصوصا چون اول فوتبال هم بود وقتی اومدم پاس 17 سالم جواد جز بازیکنهای بزرگه تیم بود نه حالا جواد خیلی بازیکنای دیگه هم داشت مثلا حسن رودباریان ایاتون گلر پرسپولیس دوستای خیلی خوب من بود جزو بزرگای تیم حساب شد مثلا کیانوش رحمتی هم تازه اومده بود تو این تیم همین حمید رجبی هم که الان تو کادر فنیه مهتی هاشمی هست و آره ولی میخوام آقا مهتی بعدش اومد بعدش اضافه شما. شد درست. ولی این اسمایی که آوردم از اول بودم و منم به عنوان یه جوان اومده بودم خب این بچه‌ها خیلی کمک کردن به من که بتونم توی پاس یه فضای راحت‌تری داشته باشم سریع منو پذیرفتن به عنوان یه بازیکن جوان من یادم بازی‌ها آسیایی بود و
کره بود ژاپن بود نمیدونم که قهرمان شدن با آقای برانکو، برگشتن از بازی آسیایی اونجا صحبت شده بود که مثلا یه بازیکن جوونی اومده. همون روز اول یه شرایط خوبی فراهم کردن که بتونم توی پاس راحت‌تر بازی کنم و آره با جواد و الان کانوش، حمید رجبی، به آقا بهزاد بله خیلی تیم خوبه داشتیم. حالا یادم شما بازی پرسپولیس رو پاس چهره شدید دیگه، اون حالا آره خدا بیامرز علی انصاریان اون موقع جزء دفاعی خیلی خوب محسوب میشه. حالا خودش خدا بیامرز که میگه من نارشوانی رو معروف کردم خود نه همینم هم بود، یعنی واقعا چون از دفاعی میگم بزرگ اون سالها حساب اون موقع یاقی محسوب میشد دیگه. آره وقتی که حالا منو زد اخراج شد همه دنبال این بودن که این جوونه کیه اومده. من یادم فرداش که میخواستم بیام اینجا این سر این خیابونه تاکسیه که منو پیاده کرد گفت من هیچ شک داشتم که تو همون پسر دیروزه یا نه، الان اینجا پیاده شدی متوجه شدم تو همونی. گفتم آره. یعنی باعث شد که یه اتفاقای خوب بعد از اونم واسه من. شما فکر کنم نزدیک به 9 سال استقلال بودید، حالا خاطرات خوب و بد داشتید، همچنان آقای گل تاریخ استقلالید، چرا کسی حالا رکورد شما رو نمیزنه؟ الان 7-8 سالی هست فکر کنم خدا بده که این درسته؟ سال 95 میشه 7 سال از اینکه 7 سال بعد. حالا رکورد که اولا برای زدنه، بالاخره یکی میاد یه جوون انشالله به امید آخه دقیقاً یادمه، حالا شاید ناراحت شید، 2-3 سال آخر زیادم بازی نمی‌کردید ولی همچنان این رکورد دست شما بود. حالا من در مورد رکورد نمی‌خوام صحبت کنم، بالاخره میاد حالا به امید خدا یه جوون میاد میزنه. الان به نظر من یه ذره سخت‌تر از قبل گل می‌زنیم کل فوتبالمون و کل حالا بازیکنامون. من اون موقع فکر می‌کنم 3-4 موقعیت راحت تو هر بازی به دست میارم، اگر روز خوبم بود 2-3 گل می‌شد، روز بدم بود شاید اصلا گل نمی‌زدم، ولی بالاخره توی هر بازی 3-4 موقعیت داشتم. الان می‌بینی کل یه بازی شاید 3-4 موقعیت درست میشه. یه ذره این شرایط پیش اومده و اینکه امیدوارم یه بازیکن جنی یه جوون بیاد تو این تیم 9 سال 10 سال بمونه. من اون قدیمی ها یادم مثلا آقا جواد زرینچه یا مثلا آقا صادق ورمزیار، آقا صمد مفتی، حالا قدیمی ها مثلا می اومدن. آره می اومدن مثلا آقا بهتاش فکر کنم 12-13 سال مثلا آره موقع تداوم ها بیشتر. آره امیدوارم یه الان کدوم فوتبالیست اتفاقی هم بیفته. الان کدوم فوتبالیست شما رو یاد خودت میندازه؟ الان دقت نکن تاری به این ساله تو شما علاقه خاصی هم به مهدی قائدی دارید؟ همیشه ازش تعریف میکنید. مهدی قائدی، طارمی الان خیلی پخته تر شده. یادمه تو پرسپولیس خیلی اذیت میشد به خاطر موقعیتایی که درست میکرد و مثلا حالا یه دونه دو تاشو میکرد تو گل و مثل خود من هی مورد انتقاد بود، یعنی میگفتن ای مهدی بابا دو تا گل زد، حالا 4 تا موقعیت هم با اون تلاش خودش با سرعتی که داشت با اون هوشی که داشت درست میکرد. ولی یادمه مثلا یه بازی حتی پرس هوادارا هوش کردن که من اومدم اون موقع برنامه 90 گفتم مهدی بابا یکی از بهترین بازیکناست، چون 90 حالا در مورد هواداره پر... یعنی ناراحت هم بودم از هواداره پرسپولیس من واسه مهدی، ولی همون طارمی فکر میکنم. بعد صحبت کنیم در مورد استقلال قدیم. شما خیلی همبازی خوبی هم داشتید زمانی که استقلال بودید و خیلی بهتون کمک کرد. الان نداریم اون هافکایی که خلاق باشن به مهاجما مثلا توپ برسن، زمان شما مثلا مشتاق جباری بود، جانباریو بود، خیلی به شما کمک کرد. شما چون آقای گل استقلال هم شدین یه برهه. الان شما کلن لیگمون رو نگاه کنیم بازیکنهای خلاق کم میبینیم. مثلا من در مورد مهدی قائدی صحبت کردم، گفتم مهدی قائدی الان توی تیم ملی ما بازیکنی که میتونه گره باز کنه، توی اون شلوغی توپو در بیاره و موقعیت گل درست کنه، گل بزنه، حتی تو اون گل آخری که به امارات زد بل. شما ببین تو به عذر میخوام به امارات نزد، به هنگ کنگ زد،
یکی از گلای خیلی خوبه، حالا تو فوتبال میگم مدرسه علاقانه مهدی قائدی بود و یه همچین بازیکنایی الان توی لیگمون کمه. حالا این بازیکنایی که اون جلوان و کسایی که بازی سازی خیلی خوبی انجام میدن توی فوتبال اون یه ذره کم شدن، یعنی شاید شما تو الان لیگ ما الان دو تا سه تا پشت مهاجم سراغ داشته باشی که میتونه خیلی خوب مهاجمش رو صاحب موقعیت کنه، کم شده، باید خیلی کار کنیم. البته هرچی هم داریم میریم رو به جلو، تیما بیشتر دارن این دفاعه رو درست میکنن، اون جلو رو میزنن به امان خدا، میگم بالاخره ما میزنیم گل نخوریم، اون جلو یه جوری میزنیم. و این بازیکنایی که حالا ریس میکنن و پاسای ریسکی میدن، تعدادشون همینجوری روز به روز داره کمتر میشه. تو این 9 سالی که شما استقا بودی پیشنهاد اقوا کننده هم داشتید دیگه تیمای دیگه، بهترینش کجا بود؟ اون موقع استیلازیم بود، بعدش دو سه سال بعدش هم دراکتور سازی. یادم شما از استیلازیم پیشنهاد خیلی خوبی داشتید، درسته؟ آره، آقای هدایتی اون موقع خیلی یه تیم خیلی خوب درست کرد با بازیکنهای خیلی بزرگ و خوب و پولای خیلی خوب، یعنی مثلا اگر سقف قرارداد تو استقلال بود 500 تومن، ایشون مثلا داشت 800 تومن، یعنی 300 میلیون اون موقع خیلی پول میشد، مثلا 800 میلیون میداد، بعد آپشن هم گذاشته بود که مثلا یه دونه بی ام و بهت میدم که مثلا مال خوده. شما قبول بی ام و بده، درسته؟ آره، یه دونه آقای گل شدی مال خوده مثلا بی ام و، ولی نه که به خودم بده، گفت آقا آقای گل شدی دیگه اصلا سویچشو برمی‌داری، البته خود آقای هدایتی اینا نه، ولی پیشنهاد خیلی. اون موقع چقدر گرفتی بعد استقلال که اون پیشنهاد رد کردین؟ من فکر کنم اون سال 500 تومن، ولی از استیلازین مثلا 800 تومن فقط همون پول بدون آپشناشون، بدون آپشن. آره، یا تراکتور سازی هم خوب بود زمان آقای جلالی که سرمربی بود، با توجه این که من خیلی تبریزی ها رو دوست دارم، یعنی هوادارهای خیلی خوب خونگرم بودن، بعد از دوستام سوال کردم میگو بابا ما اینجا میریم اینقدر مردم خونگرم، اینقدر عشق به این تیم دارن، هر جا میریم رستوران میریم، نمیدونم لباس بخریم میریم این ور میریم اون ور، اصلا نمیذارن دست تو جیبمون میکنیم به خاطر تراکتور سازی، به خاطر اینکه بازیکن رو دوست دارم، تیم رو خیلی دوست دارم، فضای اون تیم رو خیلی دوست داشتم، من اون هوادارشو واقعا دوست دارم، ولی خب قسمت نشد. میتونی یعنی گفتم بمونم اینجا بعد شما هم با خدا بیامرز حجازی کار کردید، هم با پوریدری کار کردید، با حمید قلینایی هم کار کردید، با آقا صمد، با آقا صمد هم کار کردید، کدومشون فرزخان مظلومی کدومشون رو خیلی بیشتر ازش یاد گرفتید یا بیشتر باش خاطره دارید؟ ببین من از هر کدوم از این مربیه که الان اسوردین خب یه چیزی یاد گرفتم، حتی آقای فیروز کریمی مدت 4-5 ماهی که تیم اون خیلی شرایط بدی داشت اومدن، حتی از ایشون خیلی چیزای زیاد یاد گرفتم، از هر کدوم از این مربی‌ها بالاخره یه چیزی یاد گرفتم و خاطرم با هر کدومشون. آقا فیروز مثلا 4 ماه بود، ولی شاید اندازه پرویز خانی که 3 سال باش بیام خاطره دارم، از هر کدومشون من خاطرات زیاد خوب. بعد همین چند وقتی شما جزیره کیش بودید با آقای قلنین داشتید یه شوخی میکرد در مورد اون پنالتی معروف بازی پیا، من فکرم امیرخان پنالتی که ما یه بازی کردیم موقع استقلال بودیم تو همین ورزشگاهی که تیم ملی رفته بود کیش، آره دروازه نشون، فکرم اون پنالتی بود، داره میگه این پنالتی اونجا، گفتم نکنه من اینجا پنالتی زدم خراب کردم، امیرخان خیلی حافظه خوبی داره، فکر کنم اون، گفتم میخوام من یادم نی اینجا زمین تو این زمین پنالتی خراب کرده، گفت بابا مشهد، گفتم بابا مگه میشه یادم بره. حالا قضیه مشهد فکر کنم خیلی جالب بود، حالا خودتون هم تعریف کنید بعد نباشه قبول یکی دیگه بزنه ما... پنالتی رو. آره ما یه فصل، حالا در مورد اون فصل بگم، ما یه فصل خیلی خوب داشتیم، من اونجا توی همون کیش مصاحبه کردم، گفتم ما با 60 گل زده، ولی فهمیدم که ما
بیشتر از 60، یعنی فکر کنم 70 و یکی، حالا در این آمارش هست دیگه، فکر کنم با 70 خورده، یعنی یکی دو تا حتی بیشتر. بله. که دیدم بعضیا مثلا تمسخر کردن که بابا چی میگه، نمیدونم با بارسلونا واقعا همین بود، با بارسلونا بهترین تیمی بودیم که تو بخش گلزنی، آره توی دنیا، آره این فکر کنم اونا اول شدن با 80 خورده گل، ما دوم بودیم. حالا آمارش در بیاریم، حالا باز دقیق نمیدونم، چون خیلی حرف و حدیث بود بعد اون مسابقه. من دیدم یکی یه آمار 68 ای گفت، یعنی ما زدیم. حالا برین در بیارین، میخوام بگم که این واقعیت بوده که تیم اون خیلی خوب بود و دفاع اونم واقعا فکر کنم تیمی بودش که کمترین توی فصل فکر کنم 16 تا 15 تا 16 تا گل خوردیم. حالا بعد بریم میگم این آمار رو داریم، تیمی داشتیم یه دست خوب. آقا کارمون کشید به بازی آخر، بازی آسیاییمون خیلی فشرده شد. اون موقع مثلا الان نبوده بازی نگاه ملی داشته باشن کنسل کنن بازی و اینا، ما رفتیم بازی های مشکل و خیلی طولانی و برمیگشتیم دو روز بعدش بازی میذاشتن برام و میرفتیم بازی میکردیم، درخواست میدادیم آقا بذارین عقب. حالا بازی با پیام بود، بازی با پیام کشید روز آخر. یعنی اون تیم خوب با تمام این آمارا و دو هفته قبلش هم، یعنی ما با سایپا مساوی، سایپا مساوی آره کرده بودیم 1-1. آره من همون سایپا هم من گلش زدم. بل. دقیقه 90. بله 90. آره 90 گل زدیم، 92 گل خوردیم. بله کارمون دوباره گره خورد، کشید به روز آخر. روز آخر آقا باید حتما میبردیم، اونورم زوبا هم میباخت، میباخت شما قرمون میشه. آره با فولاد که آقا بل. مجید مربی فولاد و پنالتی شد. حتی شما یکی جلو بودید، جانواریو زده بود پنالتیش. خب اگه دومی میزدیم دیگه خیالمون راحت میشد. پنالتی شد، میخواست حسین کاظمی بزنه، من گفتم بزن من میزنم، من الان شرایطم خوبه. آقا رفتم پشت توپ اینقدی که این گفت من میزنم، اون یکی گفت من میزنم، حسین اومد گفت آقا بزن من میزنم گل میشه. ای اومد تمرکز منم ریختم بهم، رفتم پشت توپ یو سه چهار دله شدم، گفتم بزنم وسط، یو همون لحظه گفتم بزنم چپ بزنم راست، اصلا خودم آهنگ کردم. و بعد ادامه بازی یه مهاجم داشتن که رفت پرسپولیس، نه 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 که الان فیلم هم بازی میکنه، آفرین اشبید. آقا یه دونه ایسکایی زد از بغل تیر رفت تو، من اونجا سکته کردم، گفتم این گل میشد. خب تمام زحمت اتفاقا پنالتی هستن تو چارچوب هم نزدی، زدید بالا درسته؟ یادم نیست، زدم بیرون. آره چون اصلا چارچوب هم نبود. نه زدم بیرون و اون کاشته یو آقا فکرم فاصله نیم متری رفت تو اوتو دیگه، گفتم هیچی این نگاه کرد بریم کرد دید امیخان داره نگاه میکنه و دیگه. حالا خدا رو شد اون سال قهرمان شد، چون واقعا حیف بود. حتی آقای گل هم شده بودی اون سال شما فکر کنم. من اون سال 21 زدم توی جام باشگاه، بگم کلن 35 تا یا 6 تا گل تو اون فصل زدم با جام باشگاه. الان دلتنگ نمیشید برای فوتبال بازی کردن؟ الان فوتبالایی که الان میبینید و بازیکنایی که الان هستن و دلتنگ میشم، ولی خب الانم بازیکنان الانم پیشرفت کردن. من از آدمایی نیستم بگم اون زمان ما بهتر بودیم. آه. به نظر من الانم فوتبالیستای خیلی خوبی داریم و هر چی هم میریم جلو اصلا فوتبال نوعش فرق میکنه. حتی شما نسلتون یه جورایی حالا میگن نسل شما تو مهاجم سوخ دیگه پشت علی دایی. من خودم خب مثلا علی آقا بود، آقا وحید، وحید هاشمیان جز مهاجم های خیلی خوب بود، خداداد بود، خداداد بود، علی کریمی بود دیگه، آقا مهدی بود، مهدوی کیا بود، بعد یه فریدون زندی از تو اوجش اومد به تیم ملی اضافه شد. آره من یا چپ بعد بازی میکنم یا راست یا نوک. حالا چپمون مثلا علی نیکبخت میومد یه زمانی، بعدش که دیگه علی نیکبخت دیگه دعوت نشد مثلا فریدون زندی اومد، راستون مهدوی کیا بازی میکرد یا حتی علی کریمی بازی میکرد اگر آقا خدا داد پشت مهاجم بازی کرد، نوکم که علی آقا بازی میکرد. تعویض هم نمیشد معمولا، خیلی کی آقای دایی هم که تعویض نمیشد معمولا. آره ماشاءالله. خب اون موقعی که بدنی هم خوب بود، ولی سخت بود تو هر جایی کدوم از اینا بری بازی کنی. یعنی الان 37 بازی ملی دارم ولی 7 سال سابقه تیم ملی، یعنی تو این 7 سال شاید مثلا میانگین هر 5 تا بازی کرد، 5 سالی 5 تا بازی کردید دیگه.
دیگه میگم تو 7 سال 5 آره. تا بازی 5 تا بازی و خب اون 5 تا بازی هم یعنی واقعا شاهکار میشد که بازی میکرد. الان برسیم به بحث سرمربیگری، بازی کردن سخته یا سرمربی کردن سرمربی بودن؟ خب الان خیلی فرق میکنه، فکر کنم اینجا خیلی کلی مسئولیت سرت ریخته، باید مسئولیت پذیر باشی، کل تیم مسئولیتش با توه، اینجا یه نفر بودی کارو خودتو انجام میدی. بعد به استقلال فکر نمی‌کنید؟ بالاخره با اون رزومه خوبی که شما تو استقلال دارید، بالاخره بعد یه روزی هم نوبت شما جوونا باشه برای استقلال و آینده. و ببین الان یه اتفاق خوبی که افتاده، به جوونا دارن بیشتر اعتماد میکنن. قبلا من یادمه 7 تا 8 تا مربی همیشه میچرخیدن، مثلا آره بالای مثلا 60 سال، آقا از اینجا یهو میرفتن اونجا، از اونجا یهو میرفتن، بدون هیچ وقت بدون تیم نبود. ولی الان خدا رو شکر رویه‌ای داره میره جلو، کنار مربیای با تجربه لیگمون مربیای جوان هم دارن میان. من نمیگم اون مربیان بالاخره سالها تجربه دارن، اینا باید هم باشن، ولی خب قبلا اصلا اینجوری نبود. یه دونه جوون میومد اصلا کلی انتقاد میشد، صحبت میشد، ولی الان داره حمایت هم میشه. این اتفاق خوبیه، جوونا دارن میان خودشون رو نشون دادن. به نظر من حالا بخوام اس بیارم از این مربیای جوون که اومدن خیلی هم خوب کار کردن، مثلا سعید دقیقی اومد یه کار خیلی حساب شده با برنامه خوب انجام داد، آره بدون اینکه رزومه داشته باشه، ولی اومد نشون داد که آقا ببین من کارو بلدم، باید یه جایی کار دست رو آفرین فرصت بدین، و اومد کارو گرفت. خب الان این اتفاقات تو فوتبال ایران چه لیگ برتر چه لیگ یک داره میفته. حالا من دو تا سوال آخرام بپرسم. شما گفتید جوونا، شما با امید هست آقا دو دوره پشت سرام قهرمان شدین، حالا رفتین، کار کردن با جوونا سخت نیست؟ خیلی سخته کار کردن با بزرگاست. بالاخره دنگ و فنگای خودش داره، اینجوری بگم مشکلات خودشو داره، و خیلی باید جزئی تر و بیشتر کار کنید، باید خیلی چیزها رو مثلا حالت آموزشی باید صحبت کنی، کار کنی، ولی خب تو بزرگ سالان بازیکنه بالاخره تکامل رو پیدا کرده، بله خیلی راحت تره. بعد الان ناراحت نشدی داره دوباره قهرمان شد بعد یه دفعه براتون داشتن؟ نه من که هدفم این بودش که بیام یه کار مثبتی واسه استقلال بکنم. من یکی از دوستام گفتم ببین این بازیکنایی که تو این 2 سال ما دادیم، من ماهان کرده اینجا بب. گفتم این بازیکنا با اسمشون و باشگاهشون تو این 2 سال دادیم به تیمای مختلف، بنویس واسه من ببینم چند تا بازیکن تونستیم تو این 2 سال، یعنی ما هدف اون اصلا قهرمانی هم نبوده، هدف اون بازیکن سازی بودش. رفت 41 بازیکن الان من توی لیگ برتر، لیگ 1 و لیگ 2، 41 دونه بازیکن اون الان دارن بازی میکنن، خدا رو شکر بعضیشون تو جام باشگاه آسیا هم بازی کردن، بعضیشون تو لیگ برتر دارن میدرخشن، خیلی دارن خوب بازی میکنن، ستاره تیمشونن، نقطه اتکای تیمشونن. خب اینا من کارمو کردم دیگه، جدا از این که اعتقادم اینه شما باید یه تیم با کیفیت بسازی که بتونی بیاد تو تیم توی تهران قهرمان بشه، اینقدر بازیکنش با کیفیت باشه، خوب باشه که بتونی قهرمانش کنی، اون همون بازیکنه رو هم ببری حالا یا تو بزرگسالا یا که بدی تیمای دیگه. و این فکری که نه ما هدف اون قهرمانی نیست، اینا فرار رو به جلوی آقایونه، وگرنه شما استقلالی بهترین جوونا میتونی بیای وقت بذاری، آره ازشون استفاده کنی، نه اینکه بخوای کارهای دیگه داشته باشی. من الان لیست اینو یک کد بهتون میدم، یه لیست 27 نفر تمام تیمام هست. خب شما برو لیست 27 نفر منو نگاه کن، خب از همین تیم پارسال لطفاً، یعنی دنبال اینی که ببینین چرا تیمای پایا، تیمای الان، تیمای وضع آکادمیونی اینه، ببین این 27 تا بازیکنی که من اسم دادم، لیست دادم به هیئت فوتبال، شما برین نگاه کن ببینین چند تاشون الان تیم ندارن، یا بازیکنی بوده که کم بازی کرده،
یا اصلا بازی نکرده. خب و بعد برین حالا امسال هم ببینیم. حالا امسال من نمیم، حالا میگم برین حالا سالهای قبل و اینا رو هم نگاه کنیم تا حالا اون ارزشی تو اینه، تا ارزشه رو متوجه شیم. خب این چیزی که گفتم خواهش انجام بدید. آقا این لیست 27 نفره منو برین در بیارین، برین لیست های دیگر هم نگاه کنیم. خب بعد میاد دستتون خیلی چیزا. و همینطور که من دور تیمی نیم فصل اول یه دونه دور تیمی اجازه نمیدادم بیاد. دور تیمی چی؟ مثلا این دور تیمی ها فساد رو میاره تو فوتبال. نیم فصل اول یه دونه دور همی، نه یه دور تیمی نداشتم، میگم دور همی دور تیمی نداشتم. خب اینا ببین، اینا برای خود من خیلی ارزش بود، برای آقایون شاید بی ارزش بود، اصلا به فکر نمیکردم بهش. روزی هم که من رفتم، آقای امیری و آقای حجت کریمی گفتم ببین زمان مشخص، پیامشون رو دارم، پیامی که بهشون دادم، گفتم زمان همه چی مشخص میکنه، این کاری که داریم میکنیم کار بسیار اشتباهی، لاغل اگر نمیخواین از آرش برهانی استفاده کنین به هر دلیلی، شما برین، آره شما برین یکی رو بیارین جوون که آقا ادامه این راه رو بره. 20 تا بازیکن که امسال میتونستن تو آکادمی بمونن رفتن، برای چی آخه؟ شما باید با هر طریقی میشد این بازیکن‌ها رو نگه می‌داشتی، بشن سرمایه بازیکن جوونو. حالا الان به فکر که من، برای من بهتر شد تو یه رزومه شد، برام یه رزومه خوب شد که این بازیکنام الان اینجا هم. ولی میتونستم به کمک تیم بزرگامون بیان، یا همینجوری چرا رفتن؟ میرفتین قرارداد می‌بستین؟ آره برن آقا، یعنی چی این همه کاری که کردین چی شد؟ آره به خاطر اینکه اصلا از من یه برنامه، نه آقا برنامه چی بوده تا الان اینجوری بودیم ما لااقل بریم یه تا یه نزدیکای اون بریم، همینجوری اومدن. و خیلی حرفه در مورد، حالا در مورد آستاران بپرسم، یه تیمی رو قبول کردی که یه خورده سخت کارش، بکنم 14ام درسته؟ بله. ریسک نکردید اومدید شهرداری آستاران؟ ببین روز اولی که من اومدم سوال کردم، دریافتی این تیم 35% بود، بازیکنای خوبی داشت، البته از این بازیکن 11 تا بازیکن از همون جدا شد، از این 11 تا من 3 تاشون رو نظر داشتم. واقعا گفتم خب حالا میام تقویتش میکنم تیمو، و به خودم خیلی اطمینان داشتم که میام تقویت میکنم این تیمو کنار این بازیکنایی که مد نظرم هم هست، و میتونیم یه کار خیلی خوب مثبت انجام بدیم برای این تیم. خب مواجه شدیم با اینکه 11 تا بازیکن رفتن فصل کردن، و این یه ذره کارمونو مشکل کرده، ولی خب میتونیم از اون ور 9 تا بازیکن بگیریم جایگزین کنیم. شاید تو این زمینه یه ذره به مشکل بخوریم، ولی با بازیکنایی که الان هستن، بازیکنایی که حالا 8 روز دیگه بازیه میخوایم جذب کنیم و هنوز دو سه تاشون رو نتونستیم جذب کنیم، بیشتر 5 تا بازیکن ما رو نتونستیم جذب کنیم، و اون 5 تا هم بیان انشالله میتونیم کارهای مثبت و خوبی انجام بدیم. آقا ما سوالمون تموم شد، شما اگر صحبتی داری صحبت پایانی ما رو ممنونم. اگر تو این مسابقه از کسی اسم آوردیم دلخوری بود یا حالا حرفی زدیم، همینجا عذرخواهی میکنم، من همیشه احترام بزرگترا واسم مهم بوده، و آرزوی موفقیت میکنم واسه شما و مخاطبان عزیز. مرسی.